از هر رجس و پلیدی و ناپاکی و ناروایی و هر نوع ظلمتی هستن اینها. لذا کلام کن نور. الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین العمد المؤید والرسول المصدد المصطفى الامجاد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما الإمام المبين والكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم و مخربی شریعتهم و غاصبی حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند
و دلهای ما را منور به نور ولا و معرفت ولیش صاحب الزمان بگرداند. صلوات دوم را بلندتر عنایت کنید. خداوند از برکت این محفل و این مجلس، یک سفر مکه و مدینه و کربلا و نجف و کاظمین و سامر را برای همه ما تقدیر و امضا فرماید و توفیق دیدار ولیش را در این مشاهد مشرفه برای همه ما مقدر فرماید. صلوات سوم رو غراتر ختم کنیم. دیشب گفتیم یکی از آیات محکم قرآن که بیانگر برترین مقام اهل بیت و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین است، آیه تطهیر است، آیه 33 سوره احزاب که تمام مورخین و محدثین و مفسرین عامه و خاصه متفق القولن که مقصود از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در این آیه همان اهل بیت پیامبر اسلامن، که اونها که در عصر نزول آیه در قید حیات بودند، امیر المؤمنین حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین بودند، و بعد این آیه در شأن 9 امام معصوم از نسل امام حسین بر اساس روایات محکمی که در دست است جاری و ساری بوده و هست. دیشب نکاتی رو راجع به این آیه شریف خدمتتون عرض کردم تا رسیدیم به این مبحث که اراده خدا در این آیه اراده تکوینی است نه تشریعی، چون اگر بخواهد اراده تشریعی باشد معنای اراده تشریعی وجوب پاک موندن و پاک زندگی کردن است و این مختص به اهل بیت نیست، بر همه مسلمین واجب است که پاک فکر کنند، پاک عمل کنند و اخلاق پاک هم داشته باشند. حتی نیت اونها در همه اعمال باید نیت پاکی باشد که در روایت امام صادق علیه السلام می فرمایند من حسنت نیتو زید فی رزقه، کسی که خوش نیت و پاک نیت باشد روزی او زیاد خواهد شد. خیلی ها هستن عمل دارن اما خوشنیت نیستن تو عملشون، حتی تو نمازی که میخوانن خوشنیت نیستن، لذا روزیشون کم میشه. نماز نمیخواند که اداء حق خدا را بکند، نماز نمی خواند که شکر نعمتهای خدا را به جا بیاورد، نماز می خواند که چوب نخورد، نماز می خواند که مثلا مشکلی از مشکلاتش حل شود. این نیت پاک نیست تو نماز خوندن. خدایی که به من وجود داده، رزق و روزی داده، امنیت و عافیت داده، این همه نعمت هایی که من از این نعمت ها استفاده می کنم
که هیچ یک را نداشتم خدا به من داده، آیا در طول 24 ساعت نباید از این خدای تشکر کنم، اون هم در قالب نماز؟ باز نمازم که میخونم با حس توقع و طلبکاری از خدا باید بخوانم. اینه که روزی تنگ میشود. اما اگر نماز فقط صرفا برای اجراء فرمان خدا و اداء حق خدا و تشکر از خدا بخوانیم، که اگر با این حس نماز بخوانی شکر نعمتهای خدا رو به جا آوردی. قرآن میگه لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگه شکر نعمتهای منو به جا آوردی، منم نعمتهایم را بر شما افزایش میدهم. اما اگه کفران کردی، چموشی کردی، گردن کشی کردی، نماز و انداختی آخر وقت، اون هم یک نماز مچاله شده بی قرائت، بی آداب و شرائط، نماز نیست که، این تشکر از خدا نیست که، این بازیه. پس اراده پاک موندن در بعد اعتقاد و عمل و اخلاق و نیت و همه هستی، این مختص به اهل بیت نیست. پس اراده خدا در آیه تطهیر اراده تشریعی نیست، اراده تکوینی است. چون اصلا متعلق اراده تشریعی افعال بندگان است. خدا اراده کرده من نماز بخوانم، این فعل من نماز. خدا اراده کرده من روزه بگیرم، روزه گرفتنم فعل منه. اراده خدا به فعل من تعلق میگیرد در اراده تشریعی. خدا اراده کرده من حج برم، اراده کرده من به نامحرم نگاه نکنم، به ساز و آواز گوش ندم، غیبت نکنم، تهمت نزنم، لقمه حرام نخورم، حرف حرام نزنم، جای حرام نروم. متعلق اراده تشریعی فعل بندگان است، اما متعلق اراده تکوینی فعل خود خداست. خدا اراده کرده بیافریند، خدا اراده کرده روزی دهد، خدا اراده کرده مریض کند، خدا اراده کرده شفا بدهد. اینا میشه متعلقات ارادات تکوینی خداوند. در این آیه هم خدا داره این مسئله رو مطرح میکنه و به رخ عالمیان میکشاند که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. او اراده کرده است که هر نوع رجس و پلیدی و ناپاکی و ناروایی را از شما اهل بیت بزداید، او بزداید نه خودشان. پس اراده می شود اراده تکوینی. و گفتیم با توجه به این که اراده تکوینی خدا از مرادش تخلف ندارد، یعنی آنچه را که خدا اراده می کند بشود، می شود. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اینجا شبهه جعب پیش میاد. پس اگر خدا اراده کرده شما اهل بیت هر گونه رجس و پلیدی و ناپاکی از وجودتان زدوده شود و به یک طهارت ممتازی تطهیر شوید، پس اهل بیت مجبورن پاک بمانند، مجبورن خوش عقیده باشند، مجبورن خوش عمل باشند، مجبورن خوش اخلاق باشند. و این امتیازی نیست، این فضیلتی نیست، این شبهه است. جواب رو گفتیم. اولا خدا اراده کرده یک انسانهای پاکی را خلیفه خودش فی السماوات و الارضین قرار دهد. به کی مربوطه که چرا خدا چنین کرده و چنان نکرده؟ اصلا جبرم لازم میاد، اشکالش چی؟
یک انسانی باشد که مجبور باشد پاک بماند. ما اثبات خواهیم کرد که جب هم لازم نمیاد، ولی برفرض که چنین مسئلهی لازم بیاد، به من مربوطه. حالا خدا یک پیغمبر پاک آفریده که او مرشد مردم باشد، هدایتگر مردم باشد. بعد از این پیغمبر امامان و خلفا و اوصیایی را همچنان پاک خلق کرده، پاک قرار داده که دست مردم را بگیرند. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. ما ضرر میکنیم، ما که استفاده میبریم. وجود چنین امامان پاک منور مطهری در میان ما که هم دافع بلاها از ما باشند، هم جلب رزق و روزی به سوی ما از سوی خدا کنند، هم خلقت ما را از خدا بخواهند و هم سایر برکاتی که از ناحیه خدا متوجه ما می شود، اینان سبب اون نعمتهای الهی هستند. همچنان که در دعای ندبه می خوانیم این سبب المتصل بین الارض و السماء. کجاست اون سببی که متصل است، یک لحظه هم منقطع نیست، دائما یک سببی است که سببیت دارد برای نزول تمام ارزاق مادی و معنوی از خدا به سوی تمام خلایق. یعنی یک لحظه اگر این سبب نباشد، نزول رزق و روزی، نزول حیات و امنیت و عافیت و سایر نعمتهای مادی و معنوی قطع می شود. او باید باشد. اگر بگی خب خدا چرا بدون سبب و بدون واسطه ارزاق را، حیات را، خلقت را، سایر نعم را نازل نمی کند به من؟ خدا چنین مقدر کرده، سنت خدا این است که با سبب کار کند. ابا الله ان یجر الامور الا به اسباب. اصلا خدا عبا دارد که کارها را جفت و جور کند، امور را تدبیر کند بدون سبب. نه، حتما باید یک سببی باشه. مثلا برای نزول باران حتما باید ابر باشه. خدا نمیتونه بدون ابر باران نازل کند. چرا؟ پس چرا نمی کند؟ نمیخواهد. خدا نمیتواند بدون این که من داخل آب بشم تر بشم. چرا میشه؟ اگه خدا اراده کنه میشه، ولی سبب تر شدن و خنک شدن و شسته شدن و نظیف شدن، حمام رفتن و استحمام کردن و کیسه کشیدن است. سبب گرم شدن و غذا پختن آتش است. میشه بدون آتش هم غذا بپزد؟ خدا میتواند؟ بله میتواند، اما نمیخواهد. خدا چنین مقدر کرده که هر کاری یک سببی داشته باشد. خلقت او سبب دارد، روزی دادن او سبب دارد. مثلا یک روایت زیبایی است در این باب، امام صادق یا امام باقر سلام الله علیهما می‌فرمایند بین الطلوعین نخوابید، یعنی از طلوع فجر اول، از طلوع فجر ثانی تا طلوع شمس صبح، از اذان صبح تا طلوع آفتاب، در این ساعت نخوابید. فرمود من خوش ندارم که در این ساعت بخوابم، چون کسی که در این ساعت میخوابد، اون روزی خاصی که در این ساعت برای بندگان خدا نازل میشود، از اون روزی محروم میشود. یک رزق عام داره خدا، کافر و مشرک و منافق و مؤمن و فاسق و فاجر همه اون روزی عام بهشون میرسه، اما یک روزی های خاصه که فقط تو این ساعت نازل میشه، اونا مخصوص بندگانی است که تو این ساعت بیدار باشه. بعد میفرماید وعلا ایدینا یجریها، اون روزی خاص رو خدا تو این ساعت به دست ما اهل بیت بین مردم تقسیم میکند. و ما به کسانی میدهیم که بیدار باشند. حالا فهمیدی که از علل فقر و بیچارگی تو؟ برای که بین طلوعین میخوابی، گاهی نماز صبحت هم قضا میشه.
شب اونقدر بیدار میمونی، اونقدر فیلم فوتبال و کذا تماشا میکنی که دیگه صبح توپم که کنار در کنن از خواب بیدار نمیشی، بلکه شب اونقدر میخوری معده رو پر میکنی که بخار غذا به مغزت میزنه، گیج میشی، مست میشی، میفتی بیدار نمیشی. وقتی خواب افتادی از اون روزی خاص محروم میشی. خدا یک امام پاکی را برای ما آفریده است که این امام پاک در هر زمانی در قید حیات است. یعنی از عصر آدم که خدا آدمیت را آفرید و انسان را خلق کرد، اولین مخلوق خدا، حجت خدا بود، آدم بود. روزی که قیامت میخواد برپا بشه و نظام این عالم میخواد برچیده بشه، آخرین ولیی که و آخرین انسانی که قبض روح میشود باز حجت خدا و امام است. خدا یک لحظه هم این انسان را بدون حجت و بدون امام قرار نداد و رزق تمام بندگان را به دست او به آنها میرساند و یه بخش عمده شو بین الطلوعین به آنها میرساند. اگه قبولم نداری حرف منو تجربه کن از همین امشب تا 40 شب بین الطلوعین نخواب، ببین چه تحولی تو زندگی ایجاد میشه. یکی از رفقا میگفت من وضع مالیم خیلی خوب بود، یک مرتبه ورشکست شدم و اوضاعم به هم ریخت و به حدی که از شهر و دیار خودم کوچ کردم، رفتم به شهر دیگری که اون شهر مشهد امام رضا بود. گفت این ورشکستگی من باعث شد که من بین الطلوعین بیدار بمانم و مواظبت بر از کار و اورادی کنم. دو مرتبه ورق برگشت و وضع من از قبل بهتر شد و من دیگه کنار قبر امام رضا موندم. اما این عادت برای من موند که بین الطلوعین بیدار باشم و این برکت رو این ورشکستگی برای من داشت. منی که بین الطلوعین فقط یه نماز صبح همو میخوندم و میخوابیدم، بعد از این تحولی که در زندگیم ایجاد شد و این برکتی که دیدم، دیگه مقید شدم بین الطلوعین نخوابم و وضع من عجیب بهبود پیدا کرد، چند برابر گذشته بهتر شد. چرا؟ چون همین سخن امام صادق رو فهمید و باور کرد. ما گاهی اونقدری که برای حرف یک انسان دانشمندی که او رو دیده ایم و برای او عظمت قائلیم، یه طبیب حاذق ماهر برای حرفش ارزش قائلیم، اینقدر برای فرمایش امام باقر و امام صادق ارزش قائل نیستیم. میگه روایت، حالا معلوم نیست درست باشه نباشه، در حالی که پیغمبر فرمود اگر یک روایتی از ما به شما رسید ولو بعدن بفهمید که این روایت از ما صادر نشده، اگه بهش عمل کنید خدا بهتون اجرشو میده. اینقدر خدا کریمه. تو هی شیطون میاد تو مغز تشکیک میکنه، ایجاد وسوسه میکنه که تو رو از همه اعمال خیلی که به نفع دنیا و آخرتت محرومت میکنه. بابا علت این که این آیه تطهیر تو قرآن مطرح شده و خدایی که از فضائل آفتابی اهل بیت قرارش داده جوری که دوست و دشمن بهش اقرار کرده هم، برای همینه که ما بدانیم این سخنان سخنان انسانهای پاک مطهر منوری است، دور شده از هر رجس و پلیدی و ناپاکی و ناروایی و هر نوع ظلمتی هستن اینها. لذا کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. اصلا جز نور، جز خیر، جز برکت از این خاندان سر نمی زند. باید یه هنر رو داشته باشی تو 4 سباه عمرت این معرفت رو اقلن به حق اهل بیت پیغمبر پیدا کنی که اینان پاکترین، منورترین،
عالمترین مقدسترین انسانهای آفریده شده نه روی کره زمین، فالسماوات والارضین. اینو باور کن. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از نزول آیه تطهیر در شأن اهل بیت پیغمبر، برای اینکه این مطلب خوب تو ذهن مردم جا بیفته، علما و مفسرین عامه نوشتهن، اینا رو شیعه نقل نکرده، مایه افتخار ماست. بعضیا نوشتن تا 40 روز، بعضیا نقل کردن تا 6 ماه، بعضیا نقل کردن تا 8 ماه، بعضیا نقل کردن تا 9 ماه، و بعضی از این روایات رو عایشه نقل کرده، بعضی از این روایات رو ام سلمه زنهای پیغمبر نقل کردن، که پیغمبر تا 9 ماه هر روز صبح که میخواست بره مسجد نماز صبح بخونه، میومد در خونه امیرالمؤمنین میستاد، میفرمود الصلات الصلات یرحمکم الله، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بابا یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته، 1 ماه، 9 ماه هر روز پیغمبر کارش این بود. چرا؟ برای اینکه به مسلمان‌ها خوب بفهمونه، برای همه ملکه بشه، همه باور کنن، همه به یقین برسن، براشون حلاجی بشه که علی پاکترین انسان آفریده شده است بعد از خود خاتم الانبیا. لذا مردم بعد از پیغمبر دنبال غیر علی نروید که رفتند، مردم در این خانه را آتش نزنید که زدن، مردم به فاطمه ای که دختر پیغمبر است و در این خانه ساکن است بی حرمتی نکنید که کردن، مردم حسن و حسین نه تنها مطهرند به برترین طهارت که سیدا شباب اهل الجنه، ولی با حسن و حسین او چه کرده؟ همون امت پیغمبر. چی شد که مردمی که نزول این آیه تطهیر رو دیدن و شنیدن و تکرار سخن پیغمبر را در 9 ماه در گوشهاشون تنین افکن دیدن، اما بعد از رحلت پیغمبر وقتی که امیرالمؤمنین دختر پیغمبر رو سوار مرکب کرد و در خانه مهاجرین و انصار برد و فرمود انصروا ابنت نبیکم، مردم بیاید دختر پیغمبرتان را یاری کنید، تنها مونده، کسی حاضر نشد. سلمان میگه 40 نفر اعلان وفاداری کردن، بعد از چند روز که هر روز امیرالمؤمنین زهرای مرضیه همسر جوانش را سوار مرکب کرد و در خانه مهاجرین و انصار بود، که ما این کارو نمی کنیم، ما که یه غیرت معمولی داریم، اما ببینید امیرالمؤمنین چقدر مضطر و بیچاره شد که مجبور شد این کار را بکند. 40 نفر اعلان وفاداری کردن. امیرالمؤمنین فرمود اگه واقعا راست میگید، میخواید من علی رو یاری کنید، فردا صبح همتون سراتون رو بتراشید، شمشیرهای برهنه در خانه من فلان ساعت حاضر باشید. صبح سر ساعت موعود که شد، سلمان میگه از 40 نفر 4 نفر بیشتر نیامدند. یکیشون زبیر بود و کان از زبیر اشدنا بصیرتن، و زبیر از همه ما بیشتر اعلان وفاداری میکرد و اظهار میکرد که آقا من حاضرم شما رو نصرت و یاری کنم. اما ببین شیطان و دنیا چطور همین زبیر رو فریبش داد، آمد به کمک طلحه بعد از مدتی و به کمک عایشه جنگ جمل را بر علیه امیرالمؤمنین راه انداخت. با امام زمانش جنگید، همون کسی که ادعای محبت و نصرت و خدمت داشت. پس این دنیا خیلی پسته، خیلی رزله، کاری میکنه با آدم که تمام اعتقادات پاکش رو زیر پا میگذاره، که باید حواست جمع کنی، فریب این دنیا رو نخوری.
حاضر باشی دنیا را از دست بدی اما امام زمان تو از دست ندی، امیر المؤمنین را از دست ندی، حضرت زهرا را از دست ندی. لذا باید مشق محبت کنی، باید این سخنان هی تکرار شود بر نفس انسان. گاهی پای بعضی از منبران مینشین، نگوی حرفا تکراریه. اگر حرف تکراری زدن، مخصوصا حرفهایی که مربوط به اعتقاداته، پیغمبر هیچ ضرورتی نداشت که 9 ماه هر روز یه حرف تکرار کنه. و یعنی چی؟ 9 ماه هر روز بیاد در خونه امیر المؤمنین و حضرت زهرا بفهمد الصلاة انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب یک بار میگفت بس بود. اصلا خیلی از کارهای ما تکراریه. شما اگه شام و نهار و صبحانه خوردنتون تکراری نیست، با چرا میخوری در روز؟ مگه خواب هر شبتون تکراری نیست؟ چرا میخوابی؟ مگه روشن کردن این نور هر شب تکراری نیست؟ چرا روشن میکنید؟ هر تکراری که بد نیست، بعضی از تکرارها چاره ای ازش نیست. نور معنویت هم هر روز و هر شب باید در خانه دل روشن شود. این دکمشو باید بزنید، دکمش با نماز روشن میشه. هر روز نماز بخونی، تکراریه. هر روز چند بار بگی یا کن عبد و یا کن استعین. چرا؟ چون انسان از نسیان و فراموشی گرفته شده، دائما در معرض فراموشی و نسیانه. اگه تکرار نشه فراموش میکنی. اصلا فلسفه نماز رو بخوانی، در روایات آمده. چرا هر روز نماز؟ چرا هر شب نماز؟ چرا هی تکرار ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ چرا تو هر اذان و هر اقامه اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله؟ فرمود علتش اینه که مردم پیغمبر رو فراموش نکنن، زحمات خاتم الانبیا رو از یاد نبرن، خدا رو فراموش نکنن، بدونن خالق دارن، رازق دارن، رزقشون به دست خداست، واسطه رزقشون خاتم الانبیا و فرزندان معصوم خاتم الانبیاین. بدانند و بفهمند که امام زمان شخصیتی است که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما و به بقائه بقیت الدنیا. بدانند او ذات قدیسی است که خود می‌فرماید انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذلک لنزل بكم اللعواء واصطلمتكم الاعداء. اینا رو بفهمن ملکه وجودشون بشه. پس هی اعتراض نکن، باید اینا رو خوب بفهمی، ملکه وجودت بشه. باور کنی که همه کاری تو بعد از خدا امروز امام زمان است. یک عمر سر سفره امام زمان نشستیم، شکلات و شیرنی و شربتش رو خوردیم. چقدر برای امام زمان شربت دست مردم دادی، شام و نهار دادی، جشن گرفتی، عرق ریختی. اصلا پول نداری، کار که میتونی بکنی، که خدمت که میتونی بکنی تو مجلس امام زمان، چقدر کار کردی؟ چرا بعضی از ماها عادت کردیم فقط بتراشیم از اهل بیت؟ حاضر نیستیم گاهی بر اهل بیت یه عرقی بریزیم، یه وقتی صرف کنیم، یه هنری بریزیم، یه مالی خرج کنیم، از عنوان و پست و مقام و ریاستمون استفاده کنیم، یک سهولتی در کار کسانی که مجالس اهل بیت رو میگیرن ایجاد کنیم؟ عیب بر من شیعه که فقط سر سفره اهل بیت بنشینم و بخورم، فقط بتراشم امام زمان را. مریضمو شفا بده، مرضمو معالجه کن، قرضمو ادا کن، بی خونم خونه دارم کن، بی زنم زندارم کن، ازدواج کردم بچه دار نمیشم بچه دار، همش میخوام بتراشم. من شیعم؟ من مؤمن به امام زمانم؟ من دوست دارم امام زمان رو،
زیر پرده محبت من به صاحب الزمان محبت به خیشتن است. او رو میخوام برای خودم. اما اگه روزی حاضر شدی مثل اصحاب سید الشهدا در راه امام زمانت از جان و مالت بگذری هنر کردی، اونگاه هست که تو شیعی، تو مؤمنی. هر وقت مثل قمر بنی هاشم سلام الله علیه، مثل پرواره گرد شمع وجود امام زمانت چرخیدی، به گونه ای که هستی خودت را فدای امام زمانت کردی، اونگاه هست که مدال پر افتخار باب الحوائجی رو دریافت میکنی. تشنه باشد کنار شریعه برود، چند عامل آتش در او جمع باشد. شب عاشورا نخوابیده، نخوابیدن خودش آتش میاره. یک سره دویده و چرخیده و عرق ریخته و دفاع کرده و دشمن رو دفع کرده، اینم عامل دوم برای آتش. زخمهایی بر بدنش وارد شده، خون از بدنش رفته، عامل سوم برای آتش. هرس و جوش خورده، گاهی هرس و جوش خوردن خودش آتش میاره. چندین عامل آتش، سهمیه آب خودش و شب عاشورا بین بچه ها تقسیم کرده. با این آتش شدید میرود کنار شریعه فرات، کفی پر از آب میکند، کنار دهان میآورد، بنوشد. فذکر آتش اخیه الحسین، یادش هم نرفته بود، نذکره ذکره، به یاد خودش آورد. عباس تو که فراموش نکردی که حسین تشنه است. یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی. تو چگونه میخوای آب بنوشی عباس؟ تو خار و ذلیل باشی اگر تو آب بنوشی و حسین پسر فاطمه تشنه باشد. این چه مردانگیست، چه غیرتیست، چه ایثاریست، چه محبت و ایمانیست. فقط تعریف از قمر بنی هاشم میکنیم، یه مقدار درس هم بگیریم. پس گاهی باید برای امام زمان دوید، گاهی باید برای او عرق ریخت، گاهی باید از مال گذشت، ولو مال کم، ولو فقیر باشی نداشته باشی، 1000 تومن بده در راه امام زمانت تا فردای قیامت پیش پیغمبر آبرو داشته باشی که یا رسول الله با همه فقرم منم در راه امام زمانم پولی خرج کرد. چطور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ماه مبارک رمضان فرمود سعی کنید یه افطاری بدید؟ گفتن آقا ما نداریم. فرمود بدید. اتقوا النار ولو بشق تمرتن، آتش قیامت رو از خودتون دور کنید، ولو یک دانه خرما به دست کسی بدهید افطارش را با این دانه خرمای شما باز کند. گفتن یا رسول الله ما اونقدر فقیریم بعضیامون که یه دانه خرما هم نداریم خودمون بخوریم، تا چه رسه به کسی بدیم. فرمود اتقوا النار ولو به یک لیوان آب که به دست کسی بدهید. دیگه آب که رایگانه، فقط باید پرابش کنی به دست یه شخص روزدار. اینا چیه؟ داره پیغمبر تعلیم میکنه آی اونایی که میگید نداریم، میتونید یه جوری ارتباط با امام زمانتون برقرار کنید، ارتباط مالی، صله مالی. روایات رو بخونید، کلینی در کافی نقل کرده باب صله مالی داشتن با امام زمان. در روایت امام صادق سلام الله علیه میفرماید اگر کسی یک درهم در راه امام زمانش خرج کند، در نزد خدا افضل است و برتر است از 2,000,000 دینار یا درهم که در کارهای خیر دیگر صرف کنی. مسجد بسازی، یتیم مثلا سرپرستی کنی، فقیر اطعام کنی، یک درهم که در راه امام زمانت خرج میکنی افضل است از 2,000,000 درهم که در کارهای خیر دیگر صرف میکنی. اینا مال چیه؟ اینا همه بر میگرده به اون اوج معرفت انسان نسبت به ولی خدا، که ما در راه امام زمانمون باید جانفشانی کنیم، از هستیمون بگذریم.
این گونه بود که بعضی از اصحاب اوج گرفتن، شدن سلمان، شدن ابیذر، شدن مقداد، شدن عمار، شدن حبیب ابن مظاهر. شما ببینین حبیب چه شخصیتی بود، در عصر پیغمبر دور پیغمبر میچرخید، در عصر امیر المؤمنین دور امیر المؤمنین، در عصر امام حسن دور امام حسن. 75 سال یا طبق نقلی 95 سالش بود که انتهای عمر امام حسین رو درک کرد. این پیر مرد فرتود با چه شجاعتی از جان و مال و هستیش در راه امام زمانش گذشت. به چه اوجی میرسد که زین العابدین وقتی می آید همه رو دفن می کند، خب تعیین قبر شهدای کربلا با اشراف خاص خود امام سجاد بوده. چه سری دارد که او را دستور می دهد بالا سر امام حسین دفن می کند؟ همه شهدا پایین پای امام حسین، اما حبیب بالا سر. با یه فاصله کوتاه چه قواییست؟ او چه کرده که چند سال پیش که تعمیراتی در کنار قبر حبیب انجام میدادن، گوشه ای از قبر حبیب باز شد، دیدن قبر حبیب تر و تازه است. اون حاکمی که مشغول تعمیرات بود گفت باز کنید که ببینیم چه خبر. یک مرتبه یک گرد و طوفان شدیدی در کربلا شد که ترسیدن سری قبر رو پوشد. اگه میخوای این گونه جاوید بشی، مندگار بشی، باید خودتو مرتبط کنی با امام زمانت، با آباء طیبین و طاهرینش. طهارت و پاکی اونها باید اثر کنه در طهارت و پاکی تو، چه در بعد عقیده، چه در بعد عمل، چه در بعد اخلاق. ولی فقط دم از امام زمان، دم از امام حسین زدن بدون این که در عمل من هیچ اثری کنه چه ارزشی؟ زشت نیست من دور امام حسین بچرخم، نماز نخوانم، ماه رمضان روزه نگیرم به بهانه این که زخم معده دارم در حالی که ندارم؟ قبیح نیست من دور امام زمان بچرخم اما سهم مبارک امام که به گردن من آمده نپردازم؟ زشت نیست برای یک شیعه؟ خود حضرت در یه توقیعی میفرماید لعنت الله و لعنت ملائکته و الناس اجمعین على من اکل من اموالنا درهما حراما. خیلی لحن این سخن امام از تنده، لعنت خدا و لعنت همه فرشتگان و لعنت همه مردم بر آن کسی که یک درهم از اموال ما را به حرام بخورد. خدا به ثروت داده، حق امام زمان رو بده، حق سادات فقیر رو بده، برکت میاد تو زندگی. از سن تکلیف مقید بشو، مالت بیشتر میشه، رشد و نمو میکنه، خیال میکنه مالت کم میشه. اینا راه های تطهیر نفسه در ارتباط با این انسانهای طاهر مطهری که وقتی ما کنار قبر این ذوات مقدسه میستیم میگیم اشهد انک طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. تو این ماه شعبان استغفار زیاد بکنیم. فرمود کسی که 70 بار در ماه شعبان هر روز استغفار کند، استغفار آدمو تطهیر میکنه، وجود انسان رو لایق میکنه برای ارتباط با ولی خدا، برای گرفتن فیض خدا از دست ولی خدا، و الا محروم میشی از فیوزات. فرمود کسی که در ماه شعبان 70 بار استغفار کند، مثل این است که در ماه های دیگر 70,000 بار استغفار کرد. اینقدر اوج داره استغفار در ماه شعبان. در روایتی میفرماید کسی که در ماه شعبان هر روز 70 بار استغفار کند، خدا فردای قیامت او را با پیغمبر محشور می کند، او را گرامی می دارد، بهش را بر او واجب می کند، تمام گناهان او را می بخشد و می آمرزد ولو گناهانش به تعداد ستارگان آسمان باشد. اینا راه های تطهیر نفسه، راه های ارتباط با امام زمانه، راه های استفاده از اون وجود پاک، متحر، منبره
والا امام زمان باشد گاهی تو همین مجلس بیاید من او را نبینم از او فیضی نبرم. این چه اعتقادی به امام زمان؟ من برای همه چی همه کس دعا بکنم برای امام زمانم دعا نکنم؟ من معتقد به امام زمانم. یا چهار تا دعا میخوای برای امام زمانت بکنی سختته، اینقدر چه طول داد بابا، خب شام بخوری حوصلمون سر و زشته. برای یک شیعه منتظر مخلص تشنه ظهور زشته 14 بار میخوای برای امام زمانت دعا کنی شیطان بیاد وسوسه کنه قرنق بزنی، والله زشته قبیه برای یک شیعه مخلص. آقا گلایه دارد از ما شیعیان، در اون توقی میفرماید و اکثر الدعا به تعجیل الفرج فان ذلك فرجكم، گشایش در کارهای شما در این است که برای فرج من زیاد دعا کنید. مگه گشایش نمیخواید؟ شما بیاد این حرف منو تجربه کنید تو زندگیاتون، بیاد قول بدید تا 40 روز بعد از هر نماز 40 بار بگید اللهم عجل لولیک الفرج. جوونا ببینید چه رفاه و آسایشی، چه حل مشکلاتی، چه امنیت و راحتی تو زندگیاتون میاد. تجربه کنید، اگه باورم نمی کنید تجربه کنید. من هیچ وقت اصرار ندارم حرفای منو تعبدی قبول کنید، بیاد تجربه کنید. تو قنوت هر نمازتون برای امام زمانتون دعا کنید، در رکوع در سجده دعا کنید، مخصوصا بعد از هر نماز که فرمود هر مؤمنی که نماز میخواند یک دعای مستجاب دارد، اون یک دعای مستجاب رو تبدیل به 40 دعا بکن. هی بگو اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. بعد ببین خدا گشایش تو زندگی ایجاد میکنه. دوستدار امام زمان، اون شیعه منتظر را، اون شیعه عاشق را، نه شیعه بی غیرت بی حال کسل تنبل فقط بخوره به خواب که از امام زمانش فقط بتراشد هیچ کاری برای امام زمانش نکنه. ما اگر درست حرکت کنیم او خیلی آقاست، اونقدر نفوسی رو تربیت کرده امام زمان. یکی از علمای اصفهان معروف به آقا جمال الدین، امام جماعت مسجد شیخ لطف الله در میدان شاه اصفهان، میگه یول داشتم میرفتم مسجد نماز ظهر بخوانم، دیدم یه جنازه ای رو دارن میارن، ولی دنبال این جنازه که کسی هم خیلی دنبالش نیست، یه تاجر معتبر اصفهان گریه کنان میدود. تعجب کردم، اگر این صاحب جنازه از بستگان این تاجر است چرا اینقدر جنازه خلوته؟ اگر از بستگان اون نیز چرا این تاجر اینگونه گریان و پریشان است؟ معمایی شد برام. وقتی رسید کنار من گفت حضرت آقا نمیخواید در تشییع جنازه یکی از اولیاء خدا شرکت کنید؟ چون تاجر تاجر مؤمن مقید به آدابی بود، حرفش در من اثر کرد و رفتن به مسجد رو رها کردم. دنبال این جنازه رفتم تا اینو بردن و رو سنگ غسالخونه گذاشتن و قوس دادن و کفن کردن و دفن کردن. دیگه وقت نماز اول وقت گذشت، من شروع کردم خودم رو سرزنش کردن، به حرف یک تاجر اعتماد کردم، دنبال این جنازه دویدم، از فیض نماز جماعت و نماز اول وقت تو مسجد محروم شدم. یه مرتبه تاجر اومد جلو گفت آقا از من نپرسیدید چطوری از اولیاء خداست، از کجا فهمیدین؟ گفتم آره میخوام بدونم. گفت من امسال رفتم مکه، قبل از اینکه برم مکه رفتم کربلا، تو کربلا کیسه پولم حالا یا دزدیدن یا گم شد، هر چه گشتم پیدا نکردم، خیلی تأسف خوردم با این رفاهیت و مال و ثروتی که من داشتم، امسال از فیض زیارت خانه خدا و زیارت قبر رسول خدا و ائمه بقیه محروم شدم. حتی مضطرب بودم تا اینکه به من گفتم برو مسجد کوفه درد دل تو به امام زمان بگو. رفتم مسجد کوفه و متوسل شدم. تو راه یک مرتبه دیدم یا آقای اسواری آمد طرف من، اسم منو برد، حاجی فلان ناراحتی؟ گفتم ایچی آقا سفر خستم. فرمود نه علتی داره بگو. اصرار کرد، به ناچار مشکلمو گفتم و علت مهموم بودن و مغموم بودنمو گفتم. تا
گفتم کیسه پولم گم شده و میخوام برم حج نمیتونم، یک مرتبه سزا زد حالو، حالو شاید همان عبارت اخرای خالو باشد که از او تعبیر به دایی میکنم. یک مرتبه دم یه کشیکچی که در اصفهان ما بود، از حمالها بود، مالها رو بارها رو جا به جا میکرد، حاضر شد گفت نه، تعجب کردم این حالوی اصفهان ماست. فرمود کیسه پول این آقا رو بهش میرسونی و او رو میبری مکه و برمیگردونی. گفت چش. تا گفت چش، اون آقای اول از نظر من ناپدید شد. تعجب کردم این آقا که بود. این حالو اومده با من صحبت کرد و یه قراری گذاشت که گفت کیسه پول تو رو فردا فلانجا برات میارم. فردا رأس ساعت آمد و کیسه پول من رو دست نخورده تحویل من داد، گفت پولاتو بشمار ببین چیزی کم شده. دیدم نه، هیچی کم نشد. بعد گفت فلان ساعتم بیا با هم بریم مکه. با هم راه افتادیم و چند قدمی بیشتر نرفتیم، یک مرتبه خودم رو کنار کعبه دیدیم. تعجب کردم ای کیه، ای چه شخصیتی. به من گفت اعمال حج تو انجام بده، بعد از اعمال حج فلان روز فلان جا قرار ما برای بازگشت. اعمال حج رو انجام دادم، سر ساعت رفتم، دیدم منتظر منه، دست منو گرفت. باز با هم چند ساعتی اومدی، یک مرتبه خودم رو در کربلا دیدم. با من وداع کرد و گفت من به گردنت حق پیدا کردم یا نه؟ گفتم آره. گفت من یک کاری باید دارم در اصفهان، میام به دیدنت. من برگشتم از کربلا اصفهان، روز اول که اومدن به زیارت من مردم، دیدم اینم اومد. تا اومد وارد شد، اومدم به احترامش بلند بشم و احترام کنم، اشاره کرد نه، اصلا منو به مردم معرفی نکن، رفت قاطی حنبلا نشست، چون که چای خورده. بعد که مردم رفتن آمد پیش من، گفت اون آقایی که کار تو رو به من حواله داد، او مولای من و تو امام زمان سلام الله علیه بود و من یکی از کارگزاران امام زمان در اطراف عالمم و کاری که با تو دارم اینه که چند روز دیگر اجل من فرا میرسد و من میمیرم. 8 تومانم بیشتر تو صندوق من نیست، اونا رو باید خرج کفن و دفن من کنی. اگر حقی من به گردن تو پیدا کردم، بیا جنازه منو بردار، چند تا حمال و صدا بزن و بدن منو ببر تو تخت فولاد اصفهان دفن کن. الان قبر این شخص در تخت فولاد اصفهان موجود. اینا از کجا به این مقام رسیدند؟ از این که خودشونو ندیدن، فقط امام زمان رو دیدن، خودشونو فدای مولاشون کردن، دنبال رضای مولا دویدن و این گونه منصب گرفتن از ولی خدا. بیاید این مجالس رو برای خودمون یک کلاس قرار بدیم، کلاس ارتباط با ولی خدا، با جان و مال و وقت و هنر و همه هستی، اون چه که در توان داری فدای مولایت کن. بعد این مولا برای چی کارا میکن؟ سیدی ابن الحسن قربون قدمات بریم، این شبها شبهای سرور شما اهل بیته، ولی چه کنیم؟ مجلس سروری که صاحب مجلس نباشد گاهی تبدیل به عذابی شود. شما جشن گرفتیم برای آقایی که به دنیا اومده، اما وقتی ازش دعوت میکنید او رو نمیبینید، آیا غمی بر دل شما مینشیند یا نه؟ توقع عیدی دارید، او رو نمیبینید که از او عیدی بگیرید، آیا این درد هست یا نیست؟ سیدی ابن الحسن مولای یا مولای
من الأشواق محترقون قلبي إليك من الأشواق محترقون ودمع عيني من الآماق مندفق الشوق يحرقني فهل رأيت غريبا وهو محترق يا ابن الأزهر مولاي يا مولاي زمان دعوت کنی بلکه یه قدمی تو محفل ما بگذارن مولا یا یا یه قسمت میدم ای امام زمان امیدوارم دعوت ما رو بپذیری امشب یه قدمی تو محفل ما بگذاری ولو ما تو را نبینیم اما حضور تو و نگاه خریدارانه تو مثل وجود ما را تبدیل به طلا می کند تو رو قسمت میدم ای امام زمان به اون دستهای قلم شده ی ابو جاند ابل فضل العباس آقا شما رو قسم میدم به اون چشم تیر خورده امشب یه گوشه یه چشمی به همه ما بفرما که یه وقتی یه روز خانی تو حرم امام حسین در محضر مرحوم آیت الله غزوینی همین روز رو خون که به چشم آقا تیر زده این عالم بعد از ذکر مصیبت این روز خان بهش اعتراض کرد که روزه های با سند بخونید از کجا معلوم به چشم آقا تیر زدن من ندیدم در مقتل اونایی رو که دوست دارن فوری هدایتشون میکنن شبی عالم رفت خوابید پدر من رو حاسد کاظم غزوینی رضوان الله تعالی علی در عالم رؤیا محضر قمر بنی هاشم شرف یاب شد حضرت با یه عتاب و خطابی بهش فرمودن مگه تو بودی کربلا که ببینی به چشم من تیر نزد بعد خود حضرت رمزه خودش رو خون فرمود حالا گوش کن برات بگم تو خودت میدونی وقتی خار و خاشاکی به چشم آدم فرو میره حتی امکن با دستش بیرون میگه من که در اون لحظه دست در بدن نداشتم
آخه منم بشرم، چشمم تیر خورده میسوزه و درد میکنه، خدایا چه گنم این تیر رو چگونم چشمم بیرون بکشم، سرم و خم کردم این ته تیر رو با کند زانوانم بگیرم و بیرون بکشم، که یه نامردی از فرزد استفاده کرده عمود آهنینی بر فرقه. خدا با لحظه ی قمر بنی هاشم قسمت می دهیم فاجبنا یا الله. یا الله 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 یا الله. امشب دلم میخواد مرد و مردانه سخاوتمندانه برای امام زمانتون دعا کنیم. اگه میخواد آقا وقتی رفت کربلا کنار قبر جد سید الشهدا و عمو جانش ابوالفضل برا همه تون دعا کنه. ای گرفتارا، ای قرضدارا، 14 بار به نیابت از 14 نور پاک هر چه ارادت و محبت داری بگو. اللهم عجل ولیك الفرج، اللهم عجل ولیك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. مرحبا، همه ناله کنند. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.